قرار است رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه برای گشایش راه لاجورد به هرات سفر کند. مقام‌های محلی هرات می‌گویند افسون بر رئیس جمهور غنی مقام‌های ارشد کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه نیز به هرات خواهند آمد. از سوی هم فعالین مدنی و اعضای شورای ولایتی تاکید دارند که سفرهای پیام رئیس جمهوری حکایت از مهم بودن هرات برای ارگ دارد. حسین نیکا گزارش می‌دهد. آمادگی ها برای سفر رئیس جمهوری غنی به هرات. مقام های محلی هرات میگویند رئیس جمهوری غنی به هدف گشایش راه لاجورد روز پنجشنبه به هرات سفر می کند. در کنار رئیس جمهوری غنی مقام های ارشد کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه نیز به هرات سفر خواهند کرد. آمادگی از ایران داریم تا مهمانان بلند رتبه‌ای که از کشورهای عضو موافقتنامه راه لاجورد به هرات خواهند رسید از اونها استقبال کنیم. هیئت بلند رتبه یک تعداد آمدن، متباقی هم انشاءالله فردا همراه رئیس به هرات تشریف میارند. فردا حدود 9 موتر که محموله های صادراتی افغانستان به خود حمل میکنند و در قالب سازمان تی‌آی‌آر یا سازمان بین‌المللی جاده است، محصولات صادراتی افغانستان از این مسیر پنج کشور عضو عبور میتن و بخیر به مقصد اروپا. شماری از اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی در هرات سفرهای پیهم رئیس جمهوری غنی به هرات و زون غرب کشور را نشانگر اهمیت این حوزه برای او میدانند. به باور آنان رئیس جمهوری تلاش دارد از ظرفیت موجود در هرات و حوزه غرب بهره ببرد. خیلی ها او یک سفر کمپینی میگن، اما خب معمولا در تمام دنیا رسم بر همی هست که رئیس جمهورها در زمانهای حساس به ولایات سفر میکنن و بعضی پروژه ها را افتتاح میکنن. احساس میشه که رئیس جمهور به زون غرب و هرات توجه خاصی داره و من فکر میکنم که اونجوری که باید این سفرها نتایجی برای شهروندان داشته باشه هنوز قابل لمس. در سوی دیگر شماری از باشندگان هرات میگویند اکثر وعده‌های سفرهای گذشته رئیس جمهوری غنی به حقیقت نپیوسته و این سفر نیز بیشتر به یک کمپاین انتخاباتی میماند. رئیس جمهور بعد هم سفر یک سفر که به خاطر کمپاین‌های انتخاباتی خود به شهر هرات سفر میکنه، شاید از این رابندان دوباره در شهر هرات خواهیم. اینا هم از سر دیگه پروژه خاطر از اینکه کمپاین‌های انتخاباتی نزدیک شده بیاماده یک شعار به مردم ایجاد کنه، وگرنه دیگه هیچی نی. آمادگی های لازم برای هشتمین سفر رئیس جمهوری غنی به هرات روی دست گرفته شده. هدف اصلی این سفر اشتراک در مراسم گشایش راه لاجورد خواهد بود. افزون بر رئیس جمهوری غنی مقام های ارشد کشورهای عضو راه لاجورد نیز در این مراسم در هرات اشتراک خواهند کرد. حسین نیکا، آریانا نیوز، هرات.